با درودی آکند از مهر بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان دوشنبه شبی دیگر و آغاز برنامه های خبری تحلیلی با ورق دیگری از دفتر صفحه یک به روال همه شب نخست همراه با شما مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب موجی از گمانه ها حول نامزدهای اصلی خبرگان رهبری با خبرهای زد و نقیز از رد صلاحیت حسن خمینی سپس تکذیب آن و در ادامه اعلام تایید هاشمی رفسنجانی همینطور هشدار همزمان شورای نگهبان به رسانه ها به منظور پرهیز از گمان زنی ها و در ادامه دیدار معنادار و تقدیرآمیز آیت الله علی خامنه ای از فرماندهان سپاه و گروگانگیران ملوانان آمریکایی تازه ترین اظهار موضع محسنی اجعی سخنگوی قوه قضایی حول حمله کنندگان به سفارت عربستان سعودی و بازداشت یکی از آمرین اصلی آن موجی از امید و خوشبینی میان مسئولین دولتی، رسانه ها و شهروندان ایرانی برای بهبود اوضاع اقتصادی ایرانیان خاصه با تحولات منطقی و فرامنطقی از جمله سفر رئیس جمهوری چین به ایران و عظیمت روحانی به اروپا و در عرصه منطقه‌ای تشدید تنش‌های منطقه‌ای پس از نشست کشورهای خلیج فارس در ریاض با تازه‌ترین اظهار موضع انتقادی عراق به عربستان و در عرصه بین المللی یک پدیده اقلیمی باد و باران و برف و کلاک بر پهنه وسیعی از جغرافیای آمریکا و اختلال کم نظیر در زندگی روزانه شهروندان این کشور همچنین در عرصه هنری باستاب حضور یک هنرمند نامی در یک تلویزیون پارسی زبان سالار اغیری و منوتو اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه پنجم بهمن ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا آغاز مشروع خبرها و نظرها و گزیده های از هر روز ایران در ایران فردا با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت همینک خبرها و نظرها را از منابع مختلف خبری از جمله روزنامه های امروز تهران می با تازه هایی از نزاع زی در پویش های انتخاباتی جمهوری اسلامی سید حسن خمینی و سپس هاشمی رفسنجانی کماکان صدر نشین گمان زنی های رسانه های ایرانی هستند تا جایی که خبری در یکی از خبرگزاری های نزدیک به نظامیان سپاه منتشر و ساعاتی بعد حذف شد خبری که تصنیم آن را حذف کرده بود این گونه بود حسن خمینی احراز صلاحیت نشد خبرگزاری تصنیم در واپسین ساعات شب گذشته خبر از تایید صلاحیت هاشمی رفسنجانی و عدم احراز صلاحیت سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان رهبری داده بود که این خبر پس از مدتی از خروجی خبرگزاری تصنیف حذف شد در همین حال شورای نگهبان اعلام کرد که رسانه ها از شایع پراکنی و گمان زنی در مورد احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری خودداری کنند در این میان روزنامه های نزدیک به طیف اصلاح طلبان در سطحی گسترده نسبت به رد صلاحیت احتمالی چهره های شاخص اصلاح طلبان برای انتخابات خبرگان رهبری ابراز نگرانی کردند از جمله آفتاب یزد با اعلام شمارش معکوس برای اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان خبرگان از فضاسازی تونروها برای رد صلاحیت خمینی جوان خبر داد هشدار شورای نگهبان از گمان رسانه‌ای های سو تیتر همین عنوان آفتاب یزد بود آفتاب یزد اصولا امروز انتخاباتی آراسته شد و صفحه اصلی صفحه یک شماره امروز رو به رد صلاحیت احتمالی محمد رضا عارف نیز اختصاص داد و از تهدید عارف به رد صلاحیت خبر داد که گویا به تهدید و هشدار برخی از روزنامه های دست شماره دیروز تهران اشاره داشت که صریحا خواستار بررسی صلاحیت مجدد عارف از سوی شورای نگهبان شده بودند همچنین در این راستا هاشمی رفسنجانی مجددا هشدارهایی داد از جمله روزنامه جمهوری اسلامی و برخی دیگر از روزنامه ها به نقل از این فقیه پرکش و قوس این روزهای نظام فقها خبر داد که در اعتراضی دوباره به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس با انتقاد از رفتار دوگانه در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتیشون گفت که فیلتر بررسی صلاحیت نامزدها نباید برای بعضی ها غیر قابل عبور و برای بعضی ها دیگر سهل و آسان بشد که انتقادی آشکار بود به رد صلاحیت گسترده نامزدهای کمپ اصلاح طلبان رفسنجانی روز چهارشنبه هفته گذشته نیز اشاره کرده بود و هشدار داده بود که توجه نکردن به خواست مردم در دراز مدت عواقب بدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت ادامه میدهیم و ورق میزنیم با دیگر مطالب برگزیده دیدار آیت الله خامنه ای با جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران به منظور تقدیر از عملیات گروگانگیری چند ملوان و تفنگدار دریایی آمریکا بر روی آبهای خلیج فارس آن هم در آستانه سفر اروپایی حسن روحانی و نشانه هایی از بهبود روابط ایران و کشورهای قدرتمند جهان پس از برجام در واقع ثابت کرد که رئیس دلواپسان همانا شخص رهبری ایران است و در امر تولید بحران های سیاسی منطقه‌ای بیکار نمی نشیند. این واقعه یعنی دیدار خوش و خامنه ای با نظامیان تحت امر خود بسان هدیه بخشی رئیس قبیله به راهزنان بوده است و مرتوجه و خانش های مختلف روزنامه های متعدد قرار گرفت که در صدر آن روزنامه تندروی جوان و بسته به ارگان سپاه پاسداران با دو واژه بسیار عالی و به هنگام صحنه خندان و شادمانی از خامنه ای را منتشر کرد سایر روزنامه های نیز تقدیر علی خامنه ای را با واژگانی برجسته بر صدر صفحه یک نشانده بودند از جمله روزنامه افکار که رهبری ایران را نشان می که میگوید اقدام شما شجاعانه و بهنگام بود در واقع در انتخاب تیتر و عکس رهبری ایران روزنامه ها نقش چندانی ندارند و دسترات از شورای عالی امنیت ملی صادر می شود و همه ناگزیر به انتشار آن در صفحه یک هستند و اگر روزنامه یا جریده یا رسانه ای به مرور چنین نکند به تیغ توقیف و غضب بیت گرفتار خواهد آمد فرق میزنیم با موضوع دیگر عظیمت حسن روحانی به سفر اروپایی پس از برجام بسیار متوجه رسانه های دسوی طیف سیاست در تهران بود شرق نوشته بود فرش قرمز زیر پای ایران سایر روزنامه ها نیز با نگاه ستایشی به این موضوع پرداخته بودند البته تا لحظه تنظیم خبر گویا نخواستین سفرش را نیز آغاز کرده بود به سفر به ایتالیا در هر روی روزنامه ابتکار از چند زاویه به این سفر نگاهی تحریلی تر،, تر, داشت روزنامه ابتکار سفر حسن روحانی به اروپا رو در قالب سرمقاله و گزارش تکمیلی پوشش داده بود تور اروپایی روحانی عنوان موضوع اصلی این روزنامه بود که در جمعبندی به تعامل دیپلماتیک روحانی با سایر کشورهای جهان اشاره می کرد همچنین مهدی نیاکی در مقاله اصلی ابتکار با عنوان سفیر ایران در اروپا با اشاره به نخستین سفر اروپایی روحانی در مقام رئیس جمهور کشید آن را با سفرهای مشابه و بی حاصل و جنجالی احمد نجاد مقایسه کند و می که در گذشته یکی بار سفر می بست و در مقصد از آنچه می گفت برای ملتش نه اعتباری می آفرید و نه حرمتی باقی می گذاشت. های خالی را خطاب میکرد و در میان گفتارهایش هر از گاه فریادی به گوش میرسید و در چهره مخاطبانش نشانه های رعایت و رضایت نبود باز میگشت و ارمغان سفرش اشارات کودکی بود که او را به نام کوچک محمود خطاب کرده و انبوهی رسانه های جهان که جز حجم و حمله به ما چیزی نداشتند ستون نویس روزنامه ابتکار در ادامه این قیاس تطبیقی بین روحانی و کارکردهای احمدی نژادی نوشت که امروز اما روز دیگری است ما جهان را از منظر منافع خودمان خطاب میکنیم و به قدر احترامی که انتظار میبریم به دیگران احترام میگذاریم و چون حرمت بسیار میخواهیم دیگران را به خفت و حقارت خطاب نمی کنیم دست روی جراحت های تاریخی مردمان نمی و در گفتار چندان تون نمی رویم که در رفتار جا بمانیم اینجا اشاره داشت به مقوله هولوکاست بدون ذکر نام البته و از خود تصویری تندگو و تندخوب جهان نیز مخابره نمی کنیم. نویسنده روزنامه تحول طلبان ابتکار که گویا با داشتن اطلاعاتی از پشت پرده رقابت های گروهی در ساختار نظام در پایان پیش بینی کرد که احتمال بروز برخی نزاهه های جناحی به هنگام سفر اروپایی روحانی در خارج از کشور وجود دارد و هشدار داد که در مدت سفر اروپایی رئیس دولت حوادثی به عنوان تسویه حساب های داخلی رخ دهد ده در حالی که به نظر این نویسنده با همه اختلاف ها که هست حق نداریم وقتی کسی در کسوت نماینده یک ملت چشم در چشم جهان سخن میگوید و زانو به زانوی شرکای بزرگ سیاسی و اقتصادی در حال مذاکره است به فکر رقابت با او یا در تخیل تخریب او درافتیم و تجربه سالیان پیش را مکرر کنیم پس بگذاریم آنکه امروز از پله های هواپیما بالا می نگران پشت سر نباشد بگذاریم او سخن بگوید و خاطره سندلی های خالی را در حافظه جهانیان محو کند در همین حال حجم ها و حمله ها از سوی رسانه های شاخک های نظامی علیه حسن روحانی آن هم هنوز به تعبیر ابتکار از پله های هواپیما بالا نرفته شروع شد تا جایی که روزنامه جوان تحت عنوان پوشش گزارش خامنه ای با فرماندهان سپاه به نحوی مستقیم و تا حدودی به غیرمستقیم غیر مستقیم مجددا بر برجام شورید و با انتقاد از همه نیروهای نزدیک به دولت که چرا در صدد مدل سازی از برجام برای حل مسائل داخلی هستند معتقد بود که دیدار رهبر ایران با پاسدارانی که آمریکایی ها را آنگونه گروگان گرفته بودند پیامی است که ما با آمریکا قراردادی نداریم تا هرگاه رخ دادی بین ما و آنها بود آن را ببریم زیل این قرارداد و باز تعریفش کنیم به نوشته یه روزنامه سپاه پاسداران این روزها از معامله برجام به عنوان الگویی برای روابط داخلی جناهای سیاسی یا به عنوان نمونه خوبی که میتواند برای گفتگو با شورای نگهبان و تغییر در تایید صلاحیت ها الگو قرار بگیرد نام برده می شود حتی گاهی که یک مقام خارجی به تهران میآید مقامات اجرایی کشور بلافاصله به او میگویند از برجام میتوان به عنوان الگو در فلان موضوع برای حل اختلاف استفاده کرد این اظهارات به زمین نویسنده روزنامه سپا به اضافه توهمات شدیدی که نسبت به این معامله نچندان پرسود در میان حامیان دولت و نامزدهای به تعبیر وی متوهم انتخابات مجلس وجود دارد نشان میدهد که نقشه پس از برجام و پس از تحریم این افراد تعریف روابط جدید بین ایران و آمریکا بر اساس معامله است که هنوز از آن درآمدی به جیب واریز نکردیم به آنکه همه ی هزینه های لازم به پرداخته که روزنامه ی جوان درست بسان پیشبینی روزنامه ی ابتکار هنوز روحانی پای رو بر پله های هواپیما نگذاشته بر او شوریدن که معامله برجام معامله پرسودی نیست و هزینه ها دادیم و یا فایده نکردیم یا چرا اصلا در پای مدل سازی برجامی برای رفع تنش منطقه ای هستیم که در واقع اینان یعنی همون سپاهیان همون گروه هایی هستند که پیشتر حسن روحانی از آنان به عنوان کاسبان تحریم نام می برد که حتی از ادامه روند تحریم خوشنود بودند چرا که سود کلان داشتن و با تشکیل نهادهای موازی و مافیاهای تجاری به سودهای بیشتر می رسیدن. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید محسنی اجعی و تازه ترین اظهار موضع این دانش آموخته مدرسه حقانی حول حمله به سفارت عربستان ماجراهای کرسنت که میرود با ایجاد در واقع یک بحران قضایی جدید برای کابینه روحانی این بار زنگنه رو زمین بزند بر صدر خبرها جای داشت در این راستا روزنامه وطن امروز از روزنامه های تندروی مخالف دولت ایران تمام نیم صفحه شماره امروز رو به این موضوع اختصاص داده بود وطن امروز به نقل از فقیه جعی مدعی شد که هشت کارتون پرونده ی کرسنت است و در این مسیر از آن به عنوان رسیدگی العاده به فساد گازی یاد کرد که این روی ها و فوق العاده سازی ها با پیش بینی تحلیلگر روزنامه ابتکار مبنی بر اینکه تا روحانی بیرون است بحران ایجاد نکنید چرا که برای کشور خوب نیست بوی از وجود تنش های مستتر بین های قدرت به مشام میرسد و اما بازداشت سرسلسله خودسرها در ماجرای حمله به سفارت عربستان و در واقع سفارت سوزی عربستان در دو شهر مشهد و تهران که آن هم از سوی اژهای بیان شد روزنامه اعتماد با بکارگیری از واژه عامر حمله به سفارت زنها را به زنجیری بودن و محفلی بودن ماجراهای مشابه و از جمله خود این ماجرا می میکرد چرا که در پروژه قطرهای زنجیری شاهد واژگانی همچون عاملان و آمران قطرهای زنجیری بودیم که آمران عمدتا دلالتی بود بر فقهای صاحب نفوذی که به تبعین رهیافت ها و ارائه تئوری های ارهابی میپرداختند همچون مصباح یزدی و عاملان همانا پیاده نظام قتل و قصابی در محافل بودند الا ایها در این ماجرای خاص به نقل از اعتماد میخواندیم که خبرهایی از شناسایی و بازداشت هویت دستور دهنده و عاملان آتش زدن سفارت عربستان منتشر و تایید شد در این راستا جهان صنعت نیز با اشاره به تحقیقات حادثه حمله سفارت از بازداشت فرمانده خود سرها خبر داده بود اما نکته ای که تا حدودی عجیب بود برای ماجرا و افشا... افشاگری از جنس محسنی ایجیست همانا منتصب کردن آن به جریان دانشجویی دفتر تحکیم وحدت است که سالیان نیست البته این دفتر خب به ماهاق رفته در فعالیت ها که موجب تعجب افکار عمومی نیز گردید که عمدتا این دست خبرها را کمتر از مقامات قضایی با پیشینه امنیتی همچون اجعی میپذیرند جالب توجه که در ردگم کنی و تقلیل ماجراهای مشابه جمهوری اسلامی معمولا به فرافکنی های بی سند رو میکرد که در نمونه های گذشته مثلا ترور حجاریان رو نخواست به لایه های اصلاح طلبان انتصاب میدادند و شیحان کم مانده بود که اعلام کند که خود سید حجاریان خودش رو ترور کرده و یا در ماجرای قتل های زنجیری علا رغم موجود بودن جوخه های اعدام و کمیته های فتوا بدون روشن کردن اصل ماجرا به جدال های جناهی میان دو طیف اصلی حاکمیت فروکاسته میشد و به این روند دامن میزدند تا روشنگری و تاریخ خانه صورت نگیرد در این راستا یادداشت هایی نیز در برخی از روزنامه ها منتشر شد و پرده های تازه از این عامل خود سر کنار میزد و فاز تازه از نقد و نیش میان دو طیف رقیب در جمهوری اسلامی آغاز کردید یعنی در واقع باز با این مدل اطرا رسانی عملا فاز دو قطبی شدن رو کلید زدن از جمله در شهروند گزارشی میخواندیم که شخصی با نام اختصاری هک او حالا یک نام اختصاری است مانند خیلی های پیش از خودش مانند مه خسروی جابر عبدالی بابک زنجانی و خیلی های دیگری که زمانی تنها حرف علف با بودن. اما حالا به اسم و تفصیل همه میشناسندشان اتهام او عملیت حمله به سفارت عربستان است او در خارج از کشور دستگیر و به داخل منتقل شده و مکنون تحت بازجویی است به نوشته یه روزنامه شهروند این شخص که با نام اختصاری هکم فردی که توسط رسانه‌های را به عنوان عضو دفتر تحکیم وحدت معرفی شده است زمانی نه چندان دور ریاست یکی از ستادهای محمد باقر قالیباف نامزد اصولگرایان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری را بر داشته است این خطیب نسبتا مشهور با حمایت مالی برخی سازمان ها و نهادها ها فعالیت های فرهنگی گسترده دارد شهروند در ادامه این گزارش اشاره کرد که اصول او را به دفتر تحکیم وحدت منصوب کرده اند و اصلاح طلبان بر سر سوابقش در حمایت از قالیباف تاکید می کنند که دو قطبی شدن فضای اعتلال رسانی روی حول موضوع این و موضوعات مشابه در عرصه هنر امروز سالار عقیلی صدر نشین صفحات برخی روزنامه ها بود از جمله آرمان عکس و تیتر نخست را به این هنرمند اختصاص داد و در حالی که سالار عقیلی را نشان میدهد که نوشت سالار عقیلی در تلویزیون منوتو اعلام کرد که شایعه مهاجرت این هنرمند تکذیب شد و آفتاب یز نیز این حضور را سوال برانگیز خواند خبر داد که ادامه همکاری سالار عقیلی در سریال معمای شاه در ابهام است و در تازه ترین واکنش سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد عقیلی را خواننده سنتی و از جمله هنرمندان محبوب کشور عنوان کرد و گفت حضور این خواننده در شبکه ماهواره‌ای ضد انقلاب باعث شگفتی و تعجب همگان شده و قابل دفاع و توجیه نیست به گفته وی پس از بازگشت سالار عقیلی توضیحات لازم از علت حضور وی گرفته خواهد شد و گزارش تهیه و پس از تصمیم گیری های لازم نتیجه نیز اطلاع رسانی خواهد شد در واپسین دقایق برنامه امشب باد و باران و برف هر سه کوبیدن بر پهنه عظیمی از ایالات متحده ای آمریکا روزنامه های امروز دیران به بارش برف های کم نزیر نیز در واشنگتن به طور خاص اشاراتی داشتن و نیویورک از جمله روزنامه ایران ارگان دولت نوشت 85 میلیون آمریکایی در محاصره برف و کولاک و به نقل شهردار نیویورک از وقوع 312 تصادف در بزرگراه‌های های این ایالت و قریب به 20 قربانی و ده ها مصدوم خبر دادن خلاصه در طول 48 ساعت گذشته تصاویر و فیلم های از سوی کاربران اجتماعی نیز در شهر شبکه ها از باران و برف و کولاک آمریکا بازنشته بیشمار یافته بود و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر باشید که بلافاصله فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا آنگاه شامگاه خوش بدرود